خیلی دوست داری شبیه من باشه، همه برام میگن تو قول منی. خانم از کجا شما برمیدید؟ شما این وقتی کن به کارات، من مهمان ویژه دارم دنبالش رو بیارم. شما جواب من رو بداخت شما، شما جوابتی میشه خودتون بدونم؟ اما با خودم صحبت. آره من دوست دارم که دوگولو باشم. دوستان عزیز، ایشون رو دنبال مهمونشون، ولی من انقدر مجری سر وقت و منظمی هستم، مهمان بنده اینجا آماده و حاضر هستم. خواهش میکنم با دستای خشنتون همراهی کنید مهمون عزیزمون رو. بعد همون هیچ کم دست نمیزم بفرمی کنید کنم دست گلتون در خیلی خوش حالی خانم. مرسی، خوش تشکر بودی. مرسی، خیلی میدونم خوشحالی از این دنیا من هست. بفرمایید سلام علیکم، دارید با بچه های ایران بفرمایید. سلام عرض میکنم، خوشحالم که بین بچه های ایران هستم. سال نو خدمت همه تبریک عرض میکنم. خیلی ممنونم، خیلی خوش اومدین. سال نو رو ما خدمت شما تبریک میگیم، امیدواریم سال خیلی خوب داشته باشین. من خواهش میکنم شما خودتون معرفی کنید برای عزیزان ما. من نیلوفر علیزاده هستم. خانم علیزاده، نیرو فرزین دانشگاه چی خوندید؟ گرافیک. چند سالته؟ من 20. 20 سالشونه. خانم کریمی مهمونشون منتظرم. بریم ببینیم مهمون ایشون چه عزیزی هستن. خیلی خوش اومد. خانم کریمی آماده ای؟ بله، این هم از مهمان ویژه بنده که قراره با شما فرمالی کنه. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده‌های عزیزتون. خوشحالم که بین بچه‌های ایران هستم و اینکه سال نو رو به تبریکتون تبریک عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید. برنامه‌مون اگر میشه اسم و فامیلتو بگو و اینکه متولد چه سالی هستی. نگار علیزاده هستم، متولد سال 1372. 1372 بعد دانشجویی؟ بله. چه رشته‌ای؟ گرافیک. کدوم دانشگاه؟ دانشگاه فرهنگ و هنر تهران انقلاب. یه دقیقه وایسا. خانم ایرانی ها صدای من رو دارن الان و اگر صدای من رو دارید خانم ایرانی ها دارید من خواهی کردم صدای شما خیلی ضعیف دارم ولی الان من یه سوال دارم. الان مهمون من که ایشونم، بعد مهمون شما هم که الان من میخوام ببینم که دارم درست میبینم یا دارم درست نمیبینم. الان ایشون یه دونم واسه مهمونم، یه دونم شما هم اونجا ببین. الان یعنی الان من اینجا سیامت همچه همین جواب میشه بدین لطفا. الان چه خبره؟ وضعیت چون من که نشیدم خانم ایرانیان چی گفتن. امیدوارم حرفای من تکراری نباشه، ولی من قبل این مهمون ویژه داشته باشم، ولی خیلی شبیه اینه که شما اینجایی چه رفتی دارید اون که اون شما اگه الان اینجایی اون کی که اونجاست و چرا اون که اونجاست همه شبیه شما هست؟ خانم ایرانی ها اهل کپی کردنه. من ببینم میرم یه مهمون میارم میره کل ایران میگرده که شبیه اون مهمونی که من آوردم میاره. خانم ایرانی ها نکن از این کارا. بابا من چی آخه یه دونه کل ایران رو میگرده؟ خانم من دوستان عزیز رفتم با تایفانه برنامه همه های کردم که من یه دوست برنامه یه مهمون میخوام بیارم تو برنامه همون که خیلی هنرمند هستن تحصیل کرده هستن عزیز ما هستن و شما رفتی این از ویشو یه کپی رنگی گرفتی ردش بیا مردی چه وضعیتی؟ من دوستان عزیز شما برید برنامه ببینید، من بگم که خانم کریم با مهمونش رو تشریف بیارن داخل این استودیو، ما تکلیفمون رو امروز معلوم کنیم. چه خبر؟ خواهش میکنم بفرمایید. خانم چطوره؟ من خواهش می‌کنم دارم یه حدود
یا نه؟ از اینکه دو قرده اید مثلا چه سوالیه؟ نه ناراحتیست از اینکه خیلی شبیه تو مثل همینه؟ نه خیلی خوشحالم از اونها خوشحالم که با ایشون دوستی خیلی خوشحالیه خیلی بله ایشون خیلی خوشحالیم خیلی خوشحالیم خیلی خوشحالیم یه سوال شما نگار بودی؟ نگار و نیلوفر چرا دو قلوها اکثرا لباساشو شبیه همه؟ حالا در زمان کودکی میگیم که خب مادر پدرها خیلی دوست دارن که لباس بچه هاشون شبیه هم باشه دو قلوها بله. اما الان دیگه شما بزرگ شدید و کاملا میتونید خودتون تصمیم بگیرید چرا الان اینقدر شبیه همه لباساتون؟ اینجا یه قرچه هست که اینجا باز شده خب برمیگم که سلیقه‌هامون شما خیلی سلیقه‌مون نزدیک همه. خب یعنی دو قلوها، آخه من یه چیزی راجع به دو قلوها شنیدم میخوام الان بگم. میگم که اگر دو تا دو قلو یکیشون رو مثلا نیلوفر رو مامانش ببره برای خرید، نگارم باباش ببره برای خرید، هر دوشون مثلا برن کیف فروشی و وقتی میخوام برگردن خونه کیفایی که انتخاب کردم اگر مثل هم نباشه خیلی شبیه همه، آیا این صحت داره؟ کاملا. بله. بعد من یه سوالی پرسیدم. شما دوتا مثلا چه خاطره‌ای با مزه‌ای دارید که مثلا تو درابطی؟ چه اتفاقی براتون افتاده که مثلا حالا از تجربه دیگران از اتفاق مشترکی بدید؟ ما یه بار توی فروشگاه با هم بودیم. بعد اینکه من نشسته بودم روی کاناپه جلوی آینه. بعد دیدم که یکی فکر کنم خودم از در من تو بعد گفتم اصلا داشتم به قضیه فکر می‌کردم که من نشستم پس این چیه که الان از قشنگ درگیره باید از میگه من خودش تعجب میکنه تعجب من و مثل ایرانی ها کاملا طبیعی بوده من نصف خودم شک کردم بیشه که تعجب کنم حالا من یه سال با مزه تر بپرسم چقدر دانشجو گفتید درس بخور ترم اول گرافیکی چقدر توی دانشگاه جای هم میگه فکر میکنم ترم اولم به اونجا رسیده باشه جای هم برن حاضری بزنن امتحان بدن نشده شده؟ دانشگاه نه نه شده جایی که سوال نشده جایی دیگه کجا؟ من آینامه رو جایی نیفرم کنم نگیم چرا امتحان ندادی؟ چون که نگاه خیلی مشتاق بود مگه خودش امتحان نداده بود؟ نگار یعنی هم برای خودش امتحان داد بس نبود؟ یه هفته بده بس دو بار تواناییش رو ثابت کنه نگیم اینا رو رو انجام دیگه انجام دادم چرا میگی؟ انجام شما به جاش امتحان دادید خیلی بچه کی زودتر به دنیا آمده؟ چند دقیقه؟ پنج دقیقه بسه دقیقه زودتر بدن پنج شما شما این دور بخریدی نه بسه خیلی چیز میکنی که خواهر بزرگتر هم حتما گوش بده گوش میگم سر من نمیده خیلی میگم گوش کام گوش نمیده کوچیک هستم شما قول کوچیک تری من سه ایرانیان همیشه به ما رو میگن دیگه میگن من تو برنامه رو خدا کنم کاشکاری رو بیاد بچه ها کاشکاری کنم چیز خدمت شما بگیم که دوستانی که ما رو دعوت کردیم هم در واقع جزء انجمن دو قلوها و چند قلوهای ایران هستن که ما از شما دعوت میکنیم هم اینجا اگر جزء کسانی هستید که دو قلو یا چند قلو هستید و جزء این انجمن نیستید و عضو نشدید حتما این رو بکنید چون فضای بسیار قشنگی برات ایجاد میکنه به اضافه اینکه دوستان ما هنرمند هم هستن و این الان کارش ایرانیان نگردم اینجا آدرس رو در ذهن بسو من تام یه مراجعه می‌کنم عکسایی که بچه‌ها عکاسی کردن کی عکاسی کرده شما کارتون چیه من ادیتاش انجام میدم دیگه من فعلی عکس بسیار زیبا من چقدر ایرانیان یاد بگیر تو زندگی دیگه کار هنری ها بوده ارائه بده خیلی زیبا حالا ما سعی میکنیم که از اجسام دو قلو و چند قلو تو برنامه بیشتر استفاده بکنیم که اگر هنری دارن تو بخش کارگاه خلاقه و بخش مختلف برنامه در خدمتشون باشیم و آموزش بدن اینم که از این رو دستتون رو درده کنه دوستان دارن از پشت با ما خدافظی من یه قولی از بچه ها بگیرم اگه براتون زحمت نبود بچه های ایران و برنامه کاشیکاری بنویسید چکشم میگم آقای سلامه براتون چقدر حتما این کارو آقای سلامه میکنن آقای سلامه هم خوش اشاره میکنن که اصلا بچه‌ها
بیشتر در خدمت شما باشیم. تا یه برنامه دیگه همه‌تون به خدای بزرگ می‌سپاریم. هر جای دنیا که هستید شاد بشید. خدا نگهدار.